با آرامی خوتون کلانه چیان بو دروس کراوو روزانه خواردنی تایبتیان پیدا درید همو هفته اکیش پزیش چی ویترنری در زیان لیده داتو چاو دیری چی وردیان دکرید اما نو سگانن که پیانده گوتره سجی برالا که زور زار لین هنده کسوا آزار ددرین رخراوی پاوس آف کردستان انترناشنال که رخراوی چی خوبخشی نا حکومیه لخویانده گرید I think dogs have had very bad press here in Kurdistan in the Middle East in general but you know they are not nasty I've just gone up to several of the puppies and they've just licked me and the mum is friendly you know and I've never met them before so I think that just goes to prove what nice animals they are I've never met such sweet and lovely dogs as the dogs here in Kurdistan the wild dogs especially they're beautiful ام سگانا پیشتر لترسی مروف رایان کردوا بلام ایستا هر که یچک لاندامانی پاوس آف کردستان انترناشنال لیا نزیگ ده بیتوا بخواستی باوششی گرمی مروف برو رویان راده کن In Kurdistan there are a huge amount of stray dogs there are thousands and thousands of them Our aim is to get as many as we can. Puppies, get them rehomed. And if they have mothers with them, we're going to take the strays. We want to start a neutering and spaying program, similar to the one that they did in Turkey, which has been extremely successful. And we want to take them, have them neutered, spayed, and just make sure that they don't have any more puppies. کاری ام گروپا تنیا پاراستنو لخو گرتنی سگکانیا هاوکات هولی کشا بو پاراستنی مروف لپلا مردانی سگکان We're actually looking for sponsors to give us land to build an actual rescue center on where we can take the dogs we can make them safe we can have them vaccinated and I have a small project myself where I'm going to bring vets from all over from UK from Europe کاری له لیر مالکی لگل سگکان بش کردوا او کسانی دی انویت سگک له خوب گرن سردانی دکن لیزا یچ کاله او کسانی مبستیتی لنیو سگکان دا یچ یچان له خوب گره We came to visit because we're planning on adopting a puppy I had contacted the one of the women who works for Paws to get some more information and said that we were interested in visiting and maybe adopting. Yeah, I think kind of by making sure people are aware of what adopting a dog means and how to take care of dogs, yes. And then I think also kind of having groups like this that are taking in dogs and making sure they're finding them good homes and taking care of them when they're puppies, I think that's also really important. لگل بشک لاندامانی تیم کی پاوس آف کردستان انترناشنال دا چینا شوین اگلا شاری هولیر. لوی جماره چی دیکی سگ هنو به همان شیوا پاریز راون لاجا یاری لگل سگکان دگاتو پلانو برنامه گروپا کشیان دخاطرو اما بخیر هاتنی خو بخش هر خو بخش دکین که دوی به لگل من کار بکات اگه خاونی کمترین ازمونیش به اما آنلاین پروگرام من ها که خاون ازمونن دتوانن آموزگاری هم کن که چون بتوانن ببن بخو بخ که بلی کسی که بتما سگک لخو بگیره بشیله لخو بگیره بیستی به آموزگاری به اما دتوانن رهنانی پیپ کن ام گروپ خو بخشا لنتو خلکانی نوت زیاوازکانی کردستان پیگ ده سیما خالچی روشالاتی کردستانه. Paws of Kurdistan International یکی از گروه های خیلی موفقی بود که سال 2014 توسط سه خانوم به نام های ماریانا، مولنار وود، ان و الینا به وجود اومد. خیلی گروه موفقی بود تونست خیلی افراد خارجی و خیلی افراد لوکال و محلی رو به خودش جلب کنه و تونست با ارائه خدمات پیشرفته به حیوان هایی که آسیب دیدن، به حیوان هایی که بی سرپرست هستن کمک های زیادی بکنه میتونم بگم در حال حاضر بیش از 1000 حیوان بی سرپرست رو تا حالا پاوس آف کردستان انترناشنال لسال 2014 و دستی به کارکانی کردو و تا اوکوی سا سدان سگو بشیلیان لخو گردو تیماریان کردون چاودری وردی تندرستیان بکراو و پی مرد زورن مایی خویان
داویانه تا او کسانی دیانوید لخویان بگرن. فراتومانی، روداو، هولیر.